ولذا ایشو میگه وقتی که پیامبر مثال زده نبوت را به یک دیواری تشبیه کرده که از خشت کامل شده جز جای یک خشت باقی مونده و او خودش اون خشت بوده که بنای نبوت را کامل کرده، غیر لیکن این که او صلی الله علیه وسلم همچون که گفته یک خشته این چونی نگاهش نمی کنه، نمی بیندش. اما خاتم الاولیا چاری جز این نگرش نداره، اون چرا که پیامبر مثال زده می بینه و در دیوار جایگاه دو خشت می بینه، خشتی از طلا و خشتی از نقره، و اون جای دو خشتی را می بینه که در دیوار ناقصه و به وسیله آن دو تکمیل میشه که ولی و نبی باشن. ولذا خودش را در جای اون دو خشت قرار میده و خاتم الاولیا فیکون خاتم الاولیا تین کلبنتین. خاتم الاولیا اون دو خشت میشه، پیغمبر یک خشته، جای یک خشت، این جای دو خشته، همه جا مسابقه با پیامبر. تنها این شیعیان نیستن که مسابقه میدن، امام ها را مسابقه میدن به معراج رفتن، پیامبر یه بار رفته، علی 124 بار فرستادنش. در این وقتی که دیوار تکمیل میشه، این سخنان همه مال ابن عربیه، و سببی که اونو دو خشت دیده اینه که تابع شر خاتم و رسول در ظاهر و اون خودش جای خشت نقره‌ایه و او ظاهرشه و اون چیز احکام که پیروی میکنه. از طرف دیگه اون خودش کما هو آخذون عن الله فی سر، اما سرن مخفیانه از خدا میگیره، در صورتی که ظاهران تابع اینه اما باطنان از خدا میگیره. اینجاست که این زندیق ها از هر تکلیفی خودشونو آزاد میکنن با این سفسطه ها، با این زندقه ها، چهتن اینجوری فریفته شون.